اگه توی این شیله انگا کن پمپ استارت میخوره، فشار اولیش خیلی زیاده. فکر کن یه ماشین رو استارت میزنی میدی دنده ای چه اتفاقی میفته، یهو میپره. چرا توی یه سری از سیستم‌های هیدرولیک میان کلن شیلنگو میندازن دور، از اینا استفاده میکنن، لوله آهنی، یا میان شیلنگ میذارن؟ یه بار برای همیشه میخوام بهت بگم کدومشون بهتره، چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارن. آماده ای؟ پس سلام و سلام، من یاسین نجفی هستم، خیلی خوش اومدید به استدیو کمپانی یاین. با یه ویدیو دوستانه دیگه در خدمتتون هستیم. این بار میخوایم بگیم که چرا توی یه سری از سیستم‌های هیدرولیک آقا یکی میاد که مثلا میگه لوله آهنی بذار، آیا سلیقه‌ای میاد شیلنگ میذاره لوله آهنی میذاره یا نه؟ این سوال و قرار جوابش تو این ویدیو بفهمیم. پس لایک کن و توی کامنت ها بنویس که به نظر تو کدومش بهتره، این یا این؟ اگه خودت بخوای سیستم ببندی کدومش رو انتخاب میکنی و چرا؟ دو تا سیستم متفاوت هم اینجا براتون آوردیم، یه دونه همین یونیتی که با هم دیگه جمعشون کردیم که خیلی هم حمایت کردید، دمتون گرم. اینو داریم آقا اینجا نگاه کن، یه تیکش اومدم بهت نشون بدم. یکی از دلایل این کم نیومدم لوله آهنی ببندم آقا چیه؟ همین بود که بهتون نشون بدم این شیلنگی که اینجا دارید میبینید شیلنگ هیدرولیکه، طبیعتاً از شیلنگ پنوماتیک خیلی مقاوم تره، اما در کل نگاه کن انعطافشو داره، شیلنگه میبینی؟ و آقا خیلی ساده بخوام بهتون بگم، سیم فوقش لاش داره اما پلاستیکه. یعنی چی؟ یعنی تو فشارهای بالا، الان مثلا این پاک شده نوشتاش، اما این 40 باره، از 40 بار فشار بیاد روی 100 بار چه اتفاقی میفته براش؟ درسته میترکه. این مثلا به ترکون خارجیشه، بگیر آقا 100 بار، شما 110 بار که میترکه. تو سیستم های هیدرولیک وقتی باز اعداد صحبت میکنیم یعنی میاد بالا داستان، درسته؟ پس یه دونه از مزیت هایی که اینجا لوله آهنی داره، توضیح نداره دیگه، لوله آهنی از توش نیا کنه اینور، از اینجا فوت میکنم این بر میاد بیرون. این و این سیستمی که میبینید الان این جدا شده شن توی مدار استفاده شده، این دستگاه همه گفتید اسمش چیه جایزه دارید، این که میبینید آقا فشارو بیار روی 700 بار، من دارم بهت میگم ترکید بیا، من پولشو بهت نمیدم، شاید تو یه چیز دیگه ترکونده باشیش، حالا بس برده نگی ترکید. این اومد فشارش روی 200 بار 300 بار هیچ چیش نمیشه، آهنه دیگه آقا، چون 1000 بار کی به کیه؟ به چیزی برمیخوره؟ نه. پس فشار بیشتری رو تحمل میکنه این نسبت به این. این اولین مزیتش. الان این سیستم رو نگاه کن. مورد دومی که میخوام بررسی کنم از بابت انعطافه، ببینیم کدومش نمره قبولی میگیره. این لوله آهنیه، اگه من بخوام به این حالت بدم فکر نکن نمیشه. اینجاشو نگاه کن، خمشو هم اینجا هم بیا تو این سیستم بهت نشون بدم، کامل نگاه کن، یه 90 درجه آوردمش پایین و از اون پایینم تو قشنگ یه مدار اومده، اما انعطاف شیلنگ خیلی بیشتره. و این چیو به ما نشون میده؟ اگه تو این شیلنگ نگاه کن پمپ استارت میخوره، فشار اولیش خیلی زیاده. فکر کن یه ماشین رو استارت میزنی میدی دنده یک، چه اتفاقی میفته؟ یهو میپره. اینم میخواد حرکت کنه، این چون انعطاف بیشتری داره نسبت به این آهن سفت رد میکنه فشارو. میگیری چی میگم؟ یه انعطافی از خودش نشون میده، فشار توش نمیمونه، منتقل نمیشه همون شوکه بالا به سیستم. این یکی از خاصیتاییه که شیلنگ داره. پس انعطاف شد مورد دوم که شیلنگ داره اما این نداره. دلیلش هم اینه که فشارا رو بهتر میتونه هندل کنه و متعادل کنه توی سیستمای هیدرولیک. اکثر شرکت‌های خارجی که میان مثل آلمانیا یا پروژه‌های دیگه‌ای که الان به روز توی دنیا میان از شیلنگ استفاده میکنن، نمیان از لوله استفاده کنن. فکر میکنی همش به خاطر اینه که آقا توی ایران عقب موندگیه؟ نه، الان من بهت میگم شما این لوله رو میتونی توی ایران تولید کنی، هزار تا جای دیگه هم هست، اما به نظرت این ایرانیش هست؟ من بهت میگم نه، همشون یا چینیه یا ترکیهیه یا تایوانیه یا ایتالیاییه، درسته؟ چرا؟ آقا مثل خیلی چیزای دیگه ما اینو نمیتونیم تولید کنیم. پس آلمانیه که میاد اینجا سیستمو برامون ببنده میاد شیلنگ میذاره، مثل این نمیاد لوله آهنی بذاره. میدونی چرا؟ آقا اینم یه فروشه، یه سوده، یه برنده، بیشتر خودش جا میندازه. نوشته های رو اینا نگاه کن، مثلا اینجا خورده یه برند،
این برندی که خورده برای یارو اسم در میکنه، میگه آلمانی شیلنگی بذار برم اینو بخرم. پس به فکر کشور خودش هم هست. دلیل سومی هم که میان شیلنگ میذارن اینم هست، اگه ما بتونیم شیلنگ تولید کنیم خودمون با یه کیفیت ایدئال مثل حداقل ترکیه یا دیگه نمیایم مثلا میگم این استفاده کنیم، طرفم نمیاد کلید کنه اینو. چرا؟ چون اینو نداریم. یه واردات، یه سود، یه فکر عالی میشه. دلیل سومی که باز شیلنگ میچربه و توصیه میشه به ما از طرف اون کسایی هن که بروز دارن مثلا تو ایران مثل شرکت سایپا یه پروژه هایی راه اندازی میکنن. و مورد چهارم که میخوایم بررسی کنیم، این دوتا سیستم رو در نظر بگیر، یکیش با لوله آهنی یا فلزی بگیریم بسته شده، یکیش شیلنگ هیدرولیکه، این پلاستیکه، درسته؟ کدومشون از لحاظ ایدئالی بخوای نظر منو بدونی مناسبه تو سیستم؟ من 1 2 3 به تو میگم که 3 تا انتخابتم باید شیلنگ باشه. چرا؟ آقا الان بهت میگم شیلنگ میترکه، اوکی درسته، اما این شیلنگ به ترکه چقدر هزینه‌شه؟ این تو سیستم من الان فشار میاد بالا، مثلا 40 بار هم میشه 100 بار شیلنگم میترکه. خب از این وسط یهو میترکه، روغه میزنه بیرون همه چوک. این هزینش بیشتره یا پمپم؟ یا این وره نگاه کن، این شیری که اینجا داری میبینی 10 میلیون 15 میلیون پولشه، اومدم خروجیشو یه دونه لوله بستم که آخم نمیگه، فشاری که میاد پشت این اگه بشه 500 بار میزنی شیر منو میترکونه، یعنی 10 15 میلیون میفتم توی خرج، مثلا این با 30000 تومان 100000 تومان حل میشد. این ور چی؟ حالا فشار اومد پشت این سیستم به شیر آسیب رسوند، این اگه فشار پمپم زیاد بود، اینجا یه مقاومتی پشت شیرم بود، فشار به پمپ نمیاد، شیلنگ میزنه میترکه، روغن که برمیگرده یا توی مسیر یه مقاومتی ایجاد میشه، این شیلنگ میترکه، فشار رو انتقال نمیده به پمپ من به شیر کنترل جهت من آسیب ببینه. اوکی پس حتما شیلنگ ببند. ته تهش که آسیب میبینه درسته که آقا این مقاومت داره، ولی از چی داره محافظت میکنه؟ این حالیچ نمیشه، میگه آقا من نترکه، من چی ترکید به ترکید، میاد پمپ من آسیب میبینه، هزینه بیشتری داره نسبت به این، 30-40000 تومان به ترکون 3000 تومان میشه هزینه این، ولی این چی؟ این میترکه، پمپم آسیب نمیبینه، شیرم آسیب نمیبینه، یه دونه شیلنگ عوض میکنم. دلیل اینکه خارجی‌ها میان شیلنگ میذارن اینه، بفهمن وقتی که فشار تو سیستمشون میاد بالا ایراد از چیه؟ ایراد از پمپمه، ایراد از فشار نامیزونمه، فوقش این شیلنگ میترکه. ولی اگه من بخوام تست کنم با لوله آهنی میزنه پمپمو میترکونه یا بقیه اجزای سیستممو. دلیل بعدی هم که آقا دیدی گوشی‌های سامسونگ و یا گوشی‌های اپل و آقا نوکیا قبلا کار میکرد برای تو 20 سال آخ نمیگفت، الان سامسونگ اومده چیکار کرده؟ گوشیش 3 سال کار میکنه، بترکون 4 سال کار میکنه، دیگه به درد نمیخوره، نم 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 پیر میشه. همین کارو اومدن تو سیستم های هیدرولیک کردن، حتی برندای عالی مثل رکسرودای مثلا میگم الان یه شیر چینیه، رکسرودش مثلا 2 سال بیشتر از این کار کنه، کاتالوگش رو نگاه میکنی فشار کاریش مثلا اومده تا 200 بار 300 بار 400 بار، اما توی این جدیدا اومده تبدیل شده به 120 بار فشار. یعنی چی؟ یعنی میخواد ببینه که شیرشو سریع عوض کنه، برا تو کار نکنه، به فکر فروشش هم هست. آره این کارم داره انجام میده. بعدش هم باز میگه که شیر من آسیب ببینه تا پمپ چند صد میلیونیم. این کاریه که داره اتفاق میفته. دیگه فشار شیرا روی 500 نیست، روی 120. شیلنگ هم میذاره سر راش. اینا بهتره که اجزای گرونتر سیستمم آسیب نبینه. خب این 4 تا دلیلی بود که بررسی کردیم سیستمو که چرا باید شیلنگ بذاریم لوله آهنی نذاریم. این نظر من بود، تو هم نظرتو بذار، به نظرت کدومشون بهتره؟ با حرفای من موافقی یا نه؟ دلیلتو برام کامنت کن. مرسی که تا آخرین ویدیو من همراه بودی، سابسکرایب به کانال یوتیوب بی‌نهایت دلگرمیه برام. دمتون گرم، خدا نگهدار.